سلام دوستای نهایت گرامی، باز هم به یکی از درس‌های دیگر مکتب مرحوم احمد زاهر و آموزش هارمونیه به شکل آماتور خوش آمدید. دوستای عزیز و گرامی، درس امروز ما سر عزیز که با چی شکل ساون در اینمی هارمونیه یا در گلون انسان به چی شکل پیدا میشه و چطور ای اندازگیری میشه. دوستای عزیز، اندازگیری هر چیز دوستای عزیز و گرامی در دنیا از خود یک واحد داره که او را باید امرای زو اندازگیری و حساب آدم باید کرد. مثلا دوستای عزیز، اگر آب است یا اگر تیل است، از میلی لیتر شروع شده، یک لیتر، یک گیلن، به همی رقم توسط از این رقم به این شکل حساب و اندازه گیری میشه. یا مثلا اگر درازی یک چیز، مثلا ما و شما میخواییم اندازه کنیم، از میلی متر شروع میشه، به کیلومتر شروع مثلا ختم میشه، یا به مایلز، مثلا دوری یک منطقه تا یک منطقه دیگر چند کیلومتر است، ای با کیلومتر. اما طور هر چیز دوستای عزیز یک واحد اندازه‌گیری از خود داره. مثلا حتی هوا، هر چیز، مثلا هوا، امی هوایی را که در دور پیش خود ما داریم، یا هیر که در انگلیسی میگن، ای مثلا چقدر PSI به حساب مو کمیات اندازه‌گیری زیره به نام PSI میگن. مثلا چند PSI، 35 PSI باید در تایر خود آدم هوا باد کنه یا پرته. به امی شکل دوستای عزیز اندازه‌گیری ساون فریکونسی آف ساون میگا هرتز میگن دوستای عزیز، چند میگا هرت. انال اینمی که مثلا وقتی که در اینمی هارمونیه مثلا شما ای صدا را میشنوین، یا در گلون که بالا میشه و پایین میشه، در اینجا چی گپ میشه؟ حالا من میره براتون تشریح میکنم. این یک معلومات عمومی است برای تا کسی که مثلا نخواهی که موسیقی را یادم بگیره، این به حد و اندازه خوب است. اول از چطور مثلا، اما تو که در درسای اول ما بر شما گفتم که وقتی که هر چیز، هر موسیقی را از آوازهای طبیعت و از این چیزا به حساب گرفتن و شروع کردن و از موجه برشان آیدیا یا یک نظر آمده که شروع کنن، به امی شکل عالمیم سر آواز دوستای عزیز که آوازم همچنان از امی گلون انسان، امی هارمونیه را که جور کردن، امی از گلون پرنده ها، از امی هارمونیه را از روی از او جور کردن. چطور دوستای عزیز؟ یعنی در گلون انسان چی گپ میشه که آواز غور میشه، آواز سلو میشه؟ خب دوستای عزیز، امی وایس باکس گلون انسان که است، به این شکل اگه فکر شما باشه یک چیز داره که به نام کوچوکک ما و شما میگیم. همچنان اگر شما هارمونیه را پرده هایش باز کنین دوستای عزیز، در داخل از این هارمونیه یک آهن کلان به این شکل وجود داره. در این داخل از این اینطور یک سوراخ وجود داره و در سر از این سوراخ یک دمی بالای ازی یک دندگه که دیگه به این شکل آینی وجود داره دوستای عزیز، به این اینجا در سر ازی سوراخ وجود داره و از زیر هوا در اینجا پمپ میشه دوستای عزیز طرف توسط هارمونیه. به این شکل با گلون انسان وقتی که ما شما هوا میگیریم، پس دوباره پمپ میکنیم و میخواییم که آواز خود بکشیم. به همین شکل این از اینمی را گرفتن دوستای عزیز که ایرا به امروز به این شکل هارمونیه در آوردن. خب یعنی دوستای عزیز در داخل وجود همی گلون انسان یا در داخل از این هارمونیه چی گپ میشه؟ و یک گپ دیگه اگر فکرتان باشه که وقتی که پرده را میگفتن سر کنین یا در هارمونیه را سر کنن، چی میکردن؟ یا اینمی اثر از اینمی زبان چگک ایره مینتر می ساختن
یا او اگه او بسیار مهین میشد. بعضی وقتا دوستای عزیز هارمونی آدم که بسیار میشه مثلا او را باید اثر سر کنن چی میکنه، یا اینمی سرایش زنگ میگیره فریکونسی آوازش تغییر میخوره. خب ایره به می قسمت میمونیم چی گپ میشه، مثلا در داخل گلون انسان چی گپ میشه. وقتی که دوستای عزیز هوا در داخل گلون انسان میره، اینمی اعتزازات ازی، اینمی موج صدایی که تا میره و بالا میره و تا میره و بالا میره و تا میره و بالا میره، اینمی ره دوستای عزیز هر خوردن اینمی تا آمدن و بالا آمدنش در زبان اندازگیری ازی میگا هرتز میگن. که چه رقم نشته میشه دوستای عزیز؟ اینطور مخفف ازی میباشه، مثل که کیلومتر به این شکل نشته میکنن که چند کیلومتر رفتیم. اینم طور دوستای عزیز ای امو کمیات اندازگیری ازی یا واحدش میباشه که میگا هرتز میگن. اینال دوستای عزیز ایره چطور حساب میکنن؟ توسط تایم، مثلا در یک ثانیه، در یک ثانیه چند بار اینمی تا بالا میره، اینمی میگا هرتز جور میکنه دوستای عزیز، ساونا میگا هرتز جور میکنه. که اینال ما برای شما میگم که در اینمی پرده سا، در اینمی پرده سا که سی تری میگنش دوستای عزیز یا سا، 130.81 میگا هرتز اینمی هست. امو وزن آواز ازی یا چند میگا هرتز ای در یک ثانیه میره، فقط 130.81 میگا هرتز از دوستای عزیز. فامانده تانستم ای بود میگا هرتز از ای پرده سا. و وقتی که ما شما گلون خود به ای پرده سا میخواییم که عیار کنیم، مجبور استیم که وقتی که ام ساون اینمی میشه میگا هرتش برابر اینمی میشه سا. فامانده تانستم دوست عزیز تا این اندازه. و وقتی که اینال وقتی که اینمی گلون انسان یا اینمی پردا ای طرف تر میره، چی گپ میشه که مثلا ای طرف فریکونسی بالا میشه؟ این شما سعی کنین دوست عزیز، ما ایشه براتون نشته کردیم، مثلا در اینی پرده 138.59 میگا هرتز میشه، و وقتی که در اینی ری میم 146.83 هرتز میشه، و به می شکل بالا میره. اگر شما ای را اسکرین شات کنین بسیار به دردتان میخوره، اسی فور میباشه. و به امی شکل وقتی که در پرده نی میرسه دوستای عزیز 246.49 میگا هرتز میشه. اینال ای چطور که وقتی که ایسو میره چی گپ میشه در داخل گلون انسان یا در داخل پردای هارمونیه؟ هوا پمپش امو چیز است، اما اینمی گکان مهین شده میره در هارمونیه و اعتزازات زیادتر میشه. اینال وقتی که دوستای عزیز اینجا میبینین مثلا 130.81 هرتز میشه، اینال اینجا اینمی هرتز وقتی که هر قدر بالا شده میریم ای هرتز ایجا تیستر شده میره. اتو نه که به این شکل ما رسمش کنیم، منتها شما میفهمین که ما چی میگم. اینمی رقم ای تیستر شده میره. تیستر چطور میشه دوستا عزیز؟ که در هارمونیه باریک شده میره اینمی را. مثلا ایره اگر یک ذره دبل ایره جور کردن، دومش باریکتر، دومش مهینتر، بهینتر، امی آینکه آین امی زخامتش کم شده میره یا کلپرش کم شده میره. در انگلیسی اونمو رو کلپرش میگن. ایسو کلپرش کم شده میره، اعتزازات زیاد میشه. ولی هر قدر که دوستای عزیز از ای بالا میاییم، مثلا انال ده سی فور میاییم، پردای سی فور چه رقم است؟ سی فور وقتی که دینی پرده میم 466.61 میگا هرتز میشه. ایسو که میشه دوستای عزیز اینمی اعتزازات کم شده میره. مثلا در گلون انسان
هر قدر که اینمی کوچکه که میبینین هر قدر که مایس و بالا آمده میریم در گلون انسان در کوچکک انسان اتو نمیشه که گلون آدم خورد و کلان شه، اما اینمی اعتزازات اینمی انجری آدم زیادتر شده میره، زیادتر شده میره. ایسو که میره، اما ایسو غور که میم دوستا عزیز چی گپ میشه در پرداهای مثلا مندرستان، هر قدر که ای طرف میم اعتزازات کم شده میره، اینمی کوچکک انسان کم میره که در یک ثانیه مثلا وقتی که در سی فور میرسه در یک ثانیه 261.63 هرتز میشه. اینال مثلا سعی کنین سانی تا ایجا فهمیدین دوستا عزیز، ایسو که میره در گلون انسان اینمی کچکه که انسان اعتزازاتش کم میشه، هرچی قیسو بالا میره تیز شده میره. و دوستا عزیز اینال وقتی که ما شما آواز میخوانیم، آوازی که بسیار مثلا بهترین آوازا از کی میباشه که آکتیوش زیادتر در اینمی دمی کل پرده ها بره، که خدا ببخشه مثلا آمد زایر یک آواز داشت که بسیار تو آواز ها کم پیدا میشه، مثلا دوستا عزیز که مثلا الویس پرسلی واره یا مرحوم احمد زایر واره یا مثلا مرحوم زایر وایدا واره که مثلا از یک اکتف هارمونیه در دیگه اکتف هارمونیه در دیگه که بتانه که در تمام پرده ها فریکونسی یا میگا هرتز گلون خودت تبدیل کنه. مثلا دوستای عزیز صدا بسیاری کسا خوش داره که مثلا میگه والاچ یک صدای بلند داره، مثلا از کرچای بلند که میخوانن. صداهای معین بسیار زیاد است در دنیا دوستای عزیز، مثلا میگا هرتشان از این اینجا تا ایسو بلند است، اما ای که باز در پالوی ازو مثلا آوازشان میگه مثلا میگا هرتش بالاتر هم باشه بسیار کم از دوستای عزیز. یعنی خواندن دی پردای بالا کار آسان نیست و هر قدر بالا برن. دیگه دوستای عزیز به همی شکل که وقتی که ما بر شما ایره گفتم آل بر شما میگم که در سی مثلا سی تو اینی که از دوستای عزیز سی توس سی تو یا پرده مندرستان دوستای عزیز سی اولش 65 مگاهرتز است. 65 مگاهرتز شروع شده. اگر پیشتر ما در این قسمت از یا مثلا چهارتا را براتون تا بالا نشان داده باشم مرا ببخشین دوستای عزیز، اصلا به این شکل است که این از ای کاستا اکتیو مندرستان است، ای که است اکتیو این از قسمت سا شروع میشه اکتیو مدستان است و آخریش که میشه دوستای عزیز که ما برای شما ایجا جور کردیم که چی کردم امو کاغذش این آخریش باز اکتیو تارستان میشه دوستای عزیز که تمام هرتزش در ایجا است. در موسیقی غربی ایرا اکتیو میگن اکتیو سی تو، از این اینجا تا ایجا کل ازی به نام اکتیو نمبر تو یاد میشه که اینی آخریش که است که دیس دی ای بی با مزرد ای بی پرده بی می باشه که اونمو 123.47 هرتز می باشه و اینی اینمی ره کلش یک اکتیو سی تو میگن. از ایج تا ایج دوستای عزیز اکتیو سی تری میگن و در تمام دنیا اینمی سی تری که است و اینمی سای که ما شما میخوانیم در تمام دنیا دوستای عزیز ای استاندارد میباشه و ای را میدل سی میگن. اگر اونمو کیبوردم که شما امو کیبوردم که دارین یا اگر پیانو رو هم دارین ارچی دارین اونمو هم دوستای عزیز اینمی میدل سی که سی تری میباشه اونمو استاندارد جهانی میباشه و ای که است سی فور است دوستای عزیز سی فور
انال شد ای اکتیوای هارمونیه شد که آخری نشسته که تارستان است و اینی پرده نیست و اونمو می باشه 466.16 هرتز، یعنی در یک ثانیه 466.16 تایمز اینمی اعتزاز میکنه دوستای عزیز. ای بود هارمونیه. انال آمدیم دوستای عزیز سر کیبورد، سر کیبورد و پرده های پیانو. ای برای معلومات عمومی تان بسیار خوب است دوستای عزیز. تمام پرده های یک پیانو استاندارد بین المللی جهانی دوستای عزیز تمامش 88 پرده می باشد که 52 یا 52 پرده ازی پرده های سفید می باشد دوستای عزیز و 36 پرده ازی دوستای عزیز پرده های سیاه می باشد. و آمدیم دوستای عزیز سر و یک پرده دی ازی می باشد که ماینر ترد میگن دوستای عزیز. آمدیم سر اکتوای ازی دوستای عزیز که اکتوای ازی 7 اکتف یا 7 اکتف داره. اینمطور که هارمونیه دوستای عزیز 3 دانه به حساب اکتف یا اول که براتون میگفتم اما نامش اینمیال از کلی برامده که مندرستان، مدستان، تارستان، سبتک. 3 سبتک داره دوستای عزیز، در فارسی و در شرقی سبتک میگن. در انگلیسی دوستای عزیز یک پیانو 7 اکتف می داشته باشه دوستای عزیز که اکتف اول پیانو شروع میشه از 0 که 0 از 0 تا 7 تو از اول شروع نمیشه دوستای عزیز، از 0 تا 7. این اینجا ما چارتش براتون جور کردیم دوستای عزیز، اگر این براتون عکسش میگیرین بگیرین. انال دوستای عزیز 0 شروع میشه، 0 A0 B0 باز بعد از او دوستای عزیز C شروع میشه C0 که از C0 اولین به حساب که شروع میشه حساب کردنش میگا هرتزش از اولین C0 شروع میشه که 16 هرتز میباشه که بسیار غور است اگه فکرتان باشه دبل است داشت، یعنی 16 دفعه اونمو در یک ثانیه میخوره تا بالا میره که اونمو صدای غور پیانو رو میکشه. بعد از او دوستای عزیز اینمطور با سلسله مراتب 18 میشه، 18 هرتز میشه، بعد از او اینمطور میره تا که این نمرایش من نشته کردیم براتان تا که در اکتیف 31 میرسه. 31 دوستای عزیز 33 میگا هرتز میباشه. بعد از او دوستای نازنین آخرین اکتیف پیانو که هست که بیخی دیگه آواز مین شده میره، فریکونسی های شده میره دوستای عزیز. آخرین پردیش که او جی 8 است دوستای عزیز که اکتیف 8 نمبر 8 می باشه و پرده 88 می باشه، او دوستای عزیز می باشه 6272 هرتز که در یک ثانیه 6272 تایمز اعتزاز میکنه دوستای عزیز. انال شما فکر کنین که شروع شد از 16 میگا هرتز، از 16 هرتز، یعنی در یک ثانیه دوستای گرامی در یک ثانیه باشین، من یک کاغذ براتون باز بگیرم اینجا، مثلا در یک ثانیه در C16 دوستای عزیز در یک ثانیه ای میخوره 16 بار 16 میگا هرتز. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 در یک ثانیه. و اتو وقت میرسه دوستای عزیز که آخرین پردیش که میشه 6272 هرتز میشه دوستای عزیز که در یک ثانیه 6 از 16 کجا مان دقیق قدر. انال دوستای عزیز فقط و فقط باز هم در اونمقه 8 اکتیو
کیبورد بازم استانداردش سی تری می باشه دوستا عزیز، که وقتی که باید اگر آدم آواز بخونه باید استانداردش اون از اونمو سای افغانی از اونمو سی ترد میدل ترد یاد میشه دیگه. خدا جان قند دوستان عزیز، خدا جان بزرگ دوستای قند دو نازنین نگهدارتان باشه تا برنامه آینده، شما را به خدا جان عقم سپارم. خدا جان یار و مددگارتان.